بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما دانش آموزان عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده دیدن این جلسه باشید بچه ها ما داریم سوالات مدار رو حل میکنیم مدل های مختلف رو داریم بررسی میکنیم اول جلسه یه سوالی رو خواهیم داشت یه مدل جدیدی هست ولی خب میگم راه حلاش خیلی فرق نداره و قبلا اون چه که لازم بوده رو یاد گرفتید اما یه مدل جدیدی هست بعد از این سوال وارد مبحث تغییراتی که آمپرسنج و ولسنج تو مدار خواهند داشت میشیم و سوالاتش رو حل میکنیم مثلا یک مقاومت رو تغییر میدیم مقدارش رو بعد میبینیم آمپرسنج و ولسنج چه عددی نشون میده یا نه یک مقاومتی رو به مدار به طور متوالی یا موازی اضافه یا کم کنیم و تغییرات رو بررسی کنیم با ما همراه باشید بریم اولین سوال حل کنیم گفته در هر یک از شکل ها اختلاف پتانسیل بین نقطه M و N چند ولت است اولین شکل رو ببینید اختلاف پتانسیل بین A و B رو داده 24 و اختلاف پتانسیل M و N رو از ما میخواد خب بچه ها ببینید این تیپ سوال یه روشی داره که خب با هم دنبال میکنیم روش حل رو یاد بگیرید که هر وقت این سوال مطرح شد دیگه خیلی فکر نکنید و به راحتی سوال رو حل کنید ببینید اولین کاری که میکنید اینه که باید بیاید جریان کل رو به دست بیارید چجوری به دست میاریم این رو معادل میکنیم اختلاف پتانسیل کل رو معادل رو داریم جریان رو جریان کل رو به دست میاریم خب 6 و 2 با هم میشه 8 و 8 و 16 هم میشه 24 24 و 8 با هم موازی هن. 24 رو تقسیم بر 8 میکنیم میشه 3 به علاوه 1 میکنیم 24 رو تقسیم بر این عدد میکنیم که 4 میشه 6 او من یک مقاومت 6 می دارم که اختلاف پتانسیلش 24 چه جریانی ازش میگذره؟ آی برابر است با وی آروم وی مون 24 هست و مقاومت معادلمون 6 که میشه 4 آمپر جریان کلمون 4 آمپر شد حالا بعد ببینم توی هر شاخه چه جریانی دارم خب بین 8 و 24 جریان در واقع جریان کلمون که الان به دست بودیم 4 آمپر میخواد تقسیم بشه بین 8 و 24 بچه اگه از این 24 اهمیه جریان X بگذره از این 8 اهمیه جریان 3x میگذره چرا؟ چون 24 3 برابر 8 پس جریان 8 اهمی 3 برابر جریان 24 اهمیه رابطه عکس داشتن دیگه اگه یادتون باشه x رو با 3x جمع میکنم 4x مساویه با 4 x مون میشه 1 یعنی از بالا 3 آمپر میگذره از پایین 1 آمپر این یعنی هم جریان های هر شاخه خب جریان هر شاخه رو که به دست آوردیم چیکار میکنیم میایم اختلاف پتانسیل دو سر این شیش اهمی رو مینویسیم اختلاف پتانسیل دو سر این شیش اهمی وی آ منهای وی ام هست وی آ منهای وی ام که چی میشه بچه میشه اختلاف پتانسیل دو سر این مقاومت که میشه آر آی آر آی که جایگذاری میکنیم آرمون هست 6 اوم جریان شاخه بالا 3 آمپر که میشه 18 یه بار دیگه میام اختراف پتانسیل این مقاومت پایینی رو به دست میارم که وی آ منهای وی ام برابر است با آر آی که میشه 8 زب در یک حالا این دوتا رابطه رو نگاه کنید بچه ها این وی آ منهای وی ام که شده 18 این وی آ منهای وی اینه که شده 8 من اگه این دوتا رابطه رو از هم کم کنم وی آ با وی آ ساده میشه و اختلاف وی ام و ان به دست میاد خب فرقی نمیکنه کدوم و از کدوم رابطه کم کنید من رابطه بالایی رو از پایینی کم میکنم پس میشه وی آ منهای وی ان منهای وی آ منهای منهای وی ام برابر میشه با هشت منهای هیجده خب این ویا با این ویا میره این میشه وی ام منهای وی ام برابر میشه با منهای ده ولت خب ما اندازه رو میخوایم دیگه اندازه اختلاف پتانسیل بین ام و ان میشه ده ولت حالا بعضی سوالا ممکن است شما بگن از شما بخوان وی ام منهای وی ان رو پیدا کنید که میشه منفی ده اگه وی ان منهای و ام رو بخواد چی میشه؟ میشه مثبت در طبیعتا برعکس اینه خب حالا یه نکته مهم رو بگم بچه ببینید من باید ترتیب نوشتن این اختلاف پتانسیلم با این بخونه ببینید وقتی وی آمن های وی بی مثبت شده یعنی پتانسیل آ از ام از پتانسیل آ از بی بیشتره پس وقتی من دارم برای این مقاومت بی نویسم اینم براش بینویسم وی آمن های وی ام پاینی هم باید همینطور بنویسن وی آ منهای وی ان که بحث منفی مثبت ها رو اشتباه نکنید نکته مهم اینه این دوتا رو باید به یک ترتیب بنویسیم یعنی از یه طرف به یه طرف بنویسیم نمیتونم این بنویسم وی آ منهای وی ام پایینی رو بنویسم وی ان منهای وی آ نه باید این دوتا ترتیب یکسانی داشته باشن به خاطر اینکه پتانسیل آ که آکه ثابته و جریان از یه جهت داره میاد مشخصه حالا این جهتش هم ما خودمون گفتیم میتونه در جهت عکس این جریان تو مدار وجود داشته باشه ولی مهم نیست مهم اینه که ما ترتیب نوشتن مقامت بالایی با پایینیمون یکی باشه به این صورت اما بریم شکل دو رو شکل دو خوشبختانه این جریان کل رو خودش داده ده آمپر من فقط باید جریان شاخه بالا و جریان شاخه پایین رو به دست بیارم جریان اول مقاومت معادله این دوتا رو بگیم میشه 9 او این دوتا هم میشه 6 او نسبتمون 9 به 6 ه بچه ها تو اینجور سواله که نسبتمون یه عدد کسری میشه الان 9 به 6 میشه 3 دوم 3 به 2 میتونیم چون رابطه جریان ها عکس دیگه میتونیم این مقاومت رو بدیم به به x بالایی نسبتشون چیه بچه ها؟ نسبتشون 3 به 2 دیگه این رو نسبتشو بدیم به بالایی بشه 2x اونو بدیم به پایینی بشه 3x این روشم خوبه برای این جور مقاومت ها ولی میتونستید همون رو روش خودمون رو بریم یعنی بالایی رو جریانشو بگیریم x اگه بالایی رو جریانشو بگیریم x پایینی چی میشه این 9 ششم 9 به 6 پس جریان پایینی 6 نهم جریان بالاییه یعنی چی یعنی دو سوم x فرقی نمیکنه الان نگاه کنید اینم این سه x دو سوم دو x فرقی نمیکنه یا اینطوری بگیرید یا به اون شکل خب حالا سه x به علاوه دو x باید بشه چی باید بشه ده یعنی پنج کسمون میشه ده xمون میشه دو پس دو تا دو میشه چهار آمپر اینجا چهار آمپر داریم پایینم طبیعتا دو زد سه آمپر خب این دو تا مقاومت رو در نظر میگیریم برای بالایی میشه وی آ منهای وی ام بگید چی میشه بچه ها؟ میشه آر آ یعنی 6 زب در 4 که میشه 24 وی آ برای پایینی وی آ منهای وی ان برابر میشه با 4 زب در 6 میشه 24 این دوتا رو از هم کم میکنم وی آ با وی آ میره میشه منهای وی ام منهای وی منهای منهای که میشه مثبت وی ان برابر است با 24 منهای 24 که میشه صفر بچه اختلاف پتانسیل این دو نقطه توی این سوال شد صفر یه نکته ای هم بهتون بگم شاید به دردتون بخوره هر وقت توی این تیپ سوالا این دو تا مقاومت رو در هم ضرب کردید برابر شد با ضرب این دو تا مقاومت اون موقع اختلاف پتانسیل این دو نقطه صفره ببینید دو تا دوازده تا سه چهار تا هم دوازده تا این رو میتونید به عنوان یک نکته داشته باشید پس من یه یادآوری مهم داشته باشم ببینید اگه ما یک مقاومت رو به طور متوالی به یک مجموعه اضافه کنیم مقاومت معادلمون افزایش پیدا میکنه اگر به طور موازی اضافه کنیم مقاومت معادلمون کاهش پیدا میکنه اما در حالتی که ما یک مقاومت متغیر توی مدار داریم اون موقع دیگه مهم نیست این مقاومتمون چطور به مجموعه دیگهمون وصل شده باشه در هر صورت اگر من این آر رو افزایش بدم مقاومت معادل من هم افزایش بدم میکنه چه متوالی بسته شده باشه چه موازی سوال بعدی در مدار روبرو وقتی لغزنده رستا در موقعیت آ است آمپرسنج و ولت سنج اعداد آی و وی را نشان میدهند و هنگامی که لغزنده در موقعیت بی است اعداد آی پریم و و پریم را نشان می دهند. آی و آی پریم و نیز و و و پریم رو با هم مقایسه کنید خب بچه وقتی که لغزنده میاد رو بی قرار میگیره طول بیشتری از سیمر استا رو تو مدار قرار میده و قبلا گفتیم هرچی طول رسانا بیشتر باشه مقاومتش هم بیشتره طبق رابطه رو ال آم خب پس وقتی که این میاد به بی قرار میگیره مقاومت راستا افزایش پیدا میکنه آرمون چی میشه افزایش پیدا میکنه از حرکت لغزنده از آ به بی حرکت لغزنده از آ به بی باعث میشه که مقاومت افزایش پیدا کنه خب توی یادآوری گفتیم اگر یک مقاومت توی یک مجموعه ای افزایش پیدا کنه مهم نیست که این مقاومت اون چطور تو مدار بسته شده همیشه باعث افزایش مقاومت معادل میشه پس یه مقاومت افزایش پیدا کرد مقاومت معادلمون افزایش پیدا خواهد کرد خب پس وقتی مقاومت معادلمون افزایش پیدا میکنه چه اتفاقی میافته؟ ببینید اینجا ما یک مدار تک حلقه داریم این دوتا با هم موازی هن آر یک و این مقامت متغیرمون استامون این که میشه یه مقاومت با این آر دو متوالی میشه و در نهایت ما یک مدار تک حلقه داریم وقتی که مقاومت معادلمون تو مدار تک حلقه افزایش پیدا میکنه طبق رابطه آی برابر است با اپسیلون به روی آر آر معادل وقتی این افزایش پیدا بکنه باعث میشه که جریان کاهش پیدا کنه پس آمپرسنج عدد کمتری رو نشون میده یعنی آی پیریم کوچکتر از آی خواهد بود اما بریم سراغ ولتسنج ولتسنج کجا وصل شده به دو سر این باتری خب ولتسنجی که تو این باتری داریم چی رو داره نشون میده اختلاف پتانسیل دو سر باتری چی بود موقعی که باتریمون در واقع تولید کننده جریان بود میشه اپسیلون منهای آر آی خب آیمون چی شد بچه آیمون کاهش پیدا کرد آ رو اپسیلون که ثابته آیمون کاهش پیدا کنه یعنی یه مقدار کمتری داره از اپسیلون کم میشه و طبیعتاً وی افزایش پیدا میکنه به خاطر این منفی پشت آی ویمون افزایش پیدا میکنه پس و پریم بزرگتر از وی خواهد بود سال بعدی در شکل روبرو رو مقاومت متغیر R1 را به تدریج کاهش میدهیم تغییرات زیر را بررسی کنید ولسنج V1 ولتاژ V2 افت پتانسیل در باتری و ولسنج V3 خب بچه ها ببینید فرض کنید من اول میخوام برم سراغ V1 R1 رو کاهش دادیم میخوایم ببینیم V1 چه تغییری میکنه اولین چیزی که باید من تشخیص بدم جریان مداره ببینید من یک مدار تک حلقه دارم وقتی که یک مقاومت متغیر داریم و اون رو کاهش میدیم چه اتفاقی میفته قبلا گفتیم هر طور این مقاومت به مجموعمون بسته شده باشه اگه ما کاهشش بدیم مقاومت معادلمون هم کاهش پیدا میکنه پس R E کاهش پیدا میکنه برای جریان یه رابطه داشتیم آی برابر است با اپسیلون به روی آر به علاوه آر ای کیو وقتی این آر ای کاهش پیدا کرده باعث میشه جریانمون افزایش پیدا کنه خب حالا بریم سراغ V1 V1 چی رو داره نشون میده بچه ها V1 داره R1I رو نشون میده R1I خب ما متوجه شدیم آییکمون افزایش پیدا کرده و آریکمون کاهش بچه ها ضرب این دوتا رو نمیتونیم از این رابطه تشخیص بدیم ببینیم وی یک که ضرب این دو تاس افزایش پیدا کرده یا کاهش ما باید ببینیم اثر کدوم بیشتره اگه اثر آی بیشتر باشه باعث افزایش میشه اثر آر یک بیشتر باشه باعث کاهش وی یک میشه پس این رابطه کافی نیست برای اینکه من آر وی رو تشخیص بدم اما فعلا وی یک رو بزنیم بمونه بریم سراغ بقیه موارد و ببینیم چطور میتونیم وی یک رو به دست بیاریم بریم سراغ ویدو. وی دو چی رو داره نشون میده؟ ویدو داره آر دو آی رو نشون میده آر دو ثابته و آیمون افزایش پیدا کرده آی افزایش پیدا کنه نتیجه میگیریم ویدو هم افزایش پیدا کن. خب یکی از قسمت های سوال حل کردیم دیگه ویدو افزایش بریم سراغ ویسه ویسه چیه؟ ویسه اختلاف پتانسیل دو سر باتریه چی رو داره نشون میده؟ ویسه داره اپسیلون منهای آر آی رو نشون میده من این آی رو افزایش دادم به خاطر این منفی پشتش باعث میشه ویسه کاهش پیدا کنه ببینید مقدار بیشتری داره از اپسیلون کم میشه پس وی سه نسبت به حالت قبل کاهش پیدا کرده اینم قسمت دال هست که به دست آوردیم خب حالا بریم ببینیم چطور میتونیم وی یک رو تشخیص بدیم بچه ها اگر من این وی 1 رو با این وی دو جمع کنم میشه وی کل این دوتا قبلا گفتیم وی کل میشه جمع وی ها وقتی که مقاومت‌ها متوالی‌اند، جمع وی‌هاشون میشه وی کل. این قبلا توضیح دادیم. این وی کلمون در واقع همون وی 3 دیگه ببینید اختلاف پتانسیل این دو نقطه با اختلاف پتانسیل این دو نقطه برابره. این،, این نقطه دقیقا همین نقطه است. اینم هم همین طور. پس وی 3 میشه وی 1 علاوه وی 2. این رو می‌نویسیم. وی 3 ما میشه وی 1 علاوه وی 2. خب الان بچه در مورد وی دو چی گفتیم؟ گفتیم وی دو افزایش پیدا کرده در مورد وی سه چی گفتیم؟ کاهش پیدا کرده بچه اگه این افزایش پیدا کنه در مجموع وی سه ما کاهش پیدا کنه ما چه نتیجه ای می میگیریم؟ نتیجه میگیریم که حتما این وی که ما باید کاهش پیدا کنه این حتما کاهش پیدا کرده که جمعشون یه مقدار کاهش شده چطور میشه دو تا عبارت هر دو افزایش پیدا کنن جمعشون یه دفعه کاهش پیدا کنه نمیشه که وقتی این افزایش پیدا کرده ویک حتما باید کاهش باشه تا ما وی رو به صورت کاهشی داشته باشیم پس وی یک رو هم به دست آوردیم کاهش خب اما افت پتانسیل در باتری کی اتفاق میفته به خاطر چی اتفاق میفته به خاطر وجود مقاومت درونی این افت پتانسیل در باتری همون آر آی هست خب بریم آر آی رو بررسی کنیم آیمون رو گفتیم افزایش پیدا کرده آر کوچیک هم ثابته پس افت پتانسیل در باتری افزایش پیدا خواهد کرد سال بعدی در مدار روبرو اگر کلید را ببندیم عدد هایی که هر ولت سنج نشان میدهد چگونه تغییر میکنه بچه به من بگید اگه این کلید رو ببندیم چه اتفاق میفته یک مقاومت رو به طور موازی اضافه کردم و باعث کاهش مقاومت معادل میشه و در نهایت ما مقاومت معادلمون تو مدار کاهش پیدا کرده مقاومت معادل که کاهش پیدا کنه چه اتفاقی میفته برای جریان جریانمون بود اپسیلون به روی آره به علاوه آره معادل وقتی این کاهش پیدا کنه نتیجه میگیریم که جریان افزایش پیدا میکنه جریان مدار افزایش پیدا میکنه بریم ببینیم کدوم ولسنجا رو میتونیم تشخیص بدیم این وی 4 داره چی رو نشون میده داره آر 4 آی رو نشون میده و وقتی من آیم افزایش پیدا کرده V4 هم افزایش پیدا میکنه این V3 داره چی رو نشون میده؟ V3 داره اپسیلون منهای Ri رو نشون میده وقتی این I آی افزایش پیدا کرده V3 کاهش پیدا میکنه پس این دوتا رو تشخیص دادیم حالا بریم سراغ V2 وی V1 وی رو اول بگیم V1 داره هم R2 I رو نشون میده هم R1i رو نشون میده چون دقیقا وصله به این هم اگه این دوتا معادلی داشته باشن R1 و 2 باشه R1 و 2i رو نشون میده بچه ببینید این R2 ما ثابته ولی جریانی که ازش میگذره متفاوته چون جریان کلمون تغییر کرده پس جریانی که از R2 میگذره هم تغییر پیدا میکنه یعنی این آی یک آر یک آی دو آی یک اینم آی کله من باید از یکی از این سه رابطه تشخیص بدم که وی یک چه تغییری میکنه نگاه کنید این آی, آی یک و آی دو رو میدونیم که تغییر میکنه ولی نمیدونیم چه جوری یا کاهشه ولی آی کل رو میدونیم میدونیم که چی شده افزایش پیدا کرده این افزایش ولی آره یک و دو هم کاهش پیدا کرده ضرب این دوتا رو نمیتونیم تشخیص بدیم که افزایش بوده یا کاهش باید ببینیم اثر کدوم بیشتره اما یه کاری انجام میدیم بچه مثل سوال قبل من میام اختلاف پتانسیل این r رو تشخیص میدم میبینم که افزایش پیدا کرده یا کاهش از اون اون V1 رو دارم بچه توی شکل رو نگاه کنید قبول دارید جمع اختلاف پتانسیل V1 و V یه V حالا در نظر V1 و V اگه جمع بشه میشه V2 قبول دارید این رو ببینید کل دیگه این وصله به کل این دوتا این دوتا رو با هم جمع کنم میشه V2 پس من میدونم V2 من میشه V به علاوه V مقاومت R3 به علاوه v 1 خب من وی 1 رو نمیتونم تشخیص بدم این وی رو میتونم تشخیص بدم چجوری جوری وی میشه آرس آی این که ثابته آی اون پیدا کرده پس این وی ما افزایش پیدا خواهد کرد اما چون من وی 2 رو نمیدونم نمیتونم وی 1 رو از روش تشخیص بدم پس بنابراین الان اولویت ما باید ویدو باشه ویدو رو به دست بیاریم از روی ویدو بتونیم این رو تشخیص بدیم اما چه جوری دقت کنیم من اینجا یه مجموعه دارم R1, R2, R3 نامگذاری میکنم RX یه مقاومتی دارم نامگذاری میکنم RX چون حالا متغیر بوده این با R4 چیه و متوالی وصل به باتری درسته؟ اینم که وی سه بود قبول دارید بچه ها وی ایکس وقتی با وی چهار جمع بشه میشه وی سه خب حالا بریم از روی این ببینیم چه تشخیصی میتونیم بدیم وی سه ما کاهش پیدا کرده وی چهارمون افزایش پیدا کرد پس حتما وی ایکس کاهشه چون باید جمعشون یه مقدار کاهشی بشه اگه این افزایش پیدا کنه خب این نمیتونه کاهش پیدا کنه پس نتیجه میگیرم وی ایکس چیه؟ کاهش پیدا کرده وی ایکس در واقع همون وی ما هست این مجموعه مقاومت ما وصل به وی اینجا بهتر بود ما وی دو نامگذاری کنیم حالا چون متغیر بود ایکس نامگذاری کردیم پس همون وی ایکس ما وی 2 هست که کاهش پیدا کرد من وی 2 رو تشخیص دادم حالا بریم سراغ این وی 2 رو تشخیص دادم یه بار دیگه اینو می‌نویسم وی 2 برابر است با وی و یه وی 1 اینه که تشخیص دادم افزایش وی 1 رو میخوایم وی دومون کاهش پیدا کرد پس در نتیجه V1 هم حتما کاهش پیدا میکنه پس من V1 رو به دست آوردم. V2 رو V2 رو هم به دست آوردم V3 هم همینطور و V4 هم همینطور سال بعدی در هر یک از مدارها جریان کل مدار و عددی که پرسنج نشان میدهد چه تغییری میکند توی این سوال R2 رو کاهش دادیم اردو کاهش بده کرده میخواییم ببینیم آمپرسنج و جریان کل مدار این آیه کل هست چه تغییری خواهد داشت خب ببینید من وقتی این آر رو کاهش میدم باعث میشه مقاومت معادل هم کاهش پیدا کنه آر ای کاهش میدم پس در نتیجه جریان که میشه اپسیلون به روی آر کوچیک به علاوه آر معادل چه تغییری میکنه بچه ها وقتی آر ای کیو کاهش پیدا کنه آی افزایش پس جریان کل مدارمون افزایش پیدا کرد پس اینو گفتیم حالا باید ببینیم جریانی که از آر یک میگذره چه تغییری میکنه خب بچه ها ببینید چون مقاومت آر یک ثابته آر یکمون ثابته من میخوام ببینم جریانی که ازش میگذره چه تغییری میکنه باید بتونم اختلاف پتانسیل دو سرش رو تشخیص بدم یعنی ببینم این V که این مقاومت ما داره این وی یک چه تغییری میکنه بچه ها قبول دارید این v یک همون اختلاف پتانسیل دو سر باتریه نگاه کنید این مقاومت آر یکمون وصل دقیقا به دو سر باتری پس وی یکمون میشه اپسیلون منهای آر آی آیمون چه تغییری کرد؟ آیمون افزایش پیدا کرد پس وی یکمون کاهش پیدا میکنه خب حالا این آمپرسند چیه؟ چیه داره نشون میده؟ قانون اوه ما نویسیم آی برابر است با وی آروم ما ویمون کاهش پیدا کرده و آرمون ثابته چه نتیجه گیریم؟ نتیجه گیریم که آیمون هم چون با هم رابطه مستقیم دارن آیمون هم کاهش پیدا میکنه در واقع آی یکمون آیی که جریانی که از آر یک میگذره این از این قسمت سوال اما قسمت دوم سوال چی گفته؟ گفته توی این مدار ما کلید کار رو باز میکنیم بگید که جریان کلمون یعنی این آی و جریانی که از آر یک میگذره چه تفاوتی میکنه خب اول این آی, آی رو راحت میتونیم به دست بیاریم بچه ها وقتی کلید باز میشه یعنی یک مقاومت به طور موازی از مدار جدا میشه وقتی یک مقاومت به طور موازی اضافه میکردیم مقاومت معادلمون کاهش پیدا میکرد حالا که داریم یک مقاومت موازی رو حذف میکنیم به طور موازی حذف میکنیم از مدار چه اتفاقی میفته مقاومت معادلمون افزایش پیدا میکنه برعکس اون حالت هست پس آر ای کیو اینجا چی میشه بچه ها؟ افزایش پیدا میکنه در نتیجه آیمون آی کلمون میشه اپسیلون به روی آر و آر ای کیو چه اتفاقی میفته براش؟ کاهش پیدا میکنه جریان کل رو متوجه شدم اما برای اینکه جریان i1 آی رو به دست بیارم باید اختلاف پتانسیلش رو اول تشخیص بدم یعنی v1 که اینجا نام نامگذاری می‌کنیم رو اول به دست بیاریم بعد تشخیص میدیم که جریانش چه تغییری میکنه v رو چه جوری پیدا کنیم ببینید v وی v1 وی علاوه v3 وی v1 وی علاوه v3 اینو با هم متوالی اند دیگه ببینید این مجموعه با این متوالیه v1 علاوه v3 میشه v این مثلا وی دو نام گذاری کنیم میشه وی دو چون این وی کل ما وی دو سر باتری هست این باتریمون وصل وصله به دوتا مقاومت یه بار دیگه حالا خیلی خلاصه رسب کنم این آر سه ما هست این هم این مجموعه آره آر یک و دومون که وصله به باتری باتریمون هم که ویش رو گرفتیم وی دو v برابر میشه با v سه به علاوه V1 و پس که همون V1 اینجا الان نام گذاری کردیم V2 برابر میشه با V1 به علاوه v سه درسته بچه ها؟ خب حالا بریم ببینیم چی رو داریم من میدونم این V2 رو بریم بنویسیم V2 میشه اپسیلون منهای آر آی آیمون کاهش پیدا کرده وقتی این کاهش پیدا کنه v افزایش پیدا میکنه پس من اینو متوجه شدم وی افزایش پیدا کرده دیگه چی رو داریم؟ وی سه رو خیلی راحت میتونم تشخیص بدم وی سه میشه آرس i آی آیمون کاهش پیدا کرده پس آر آیمون هم کاهش پیدا میکنه در واقع وی سه کاهش پیدا خواهد کرد من اینو تشخیص دادم وی سه کاهش پیدا کرده و وی دو افزایش پس حتما وی یک هم افزایش پیدا کرده چرا؟ چون جمعشون باید یه مقدار افزایشی باشه اگه هر دو کاهش پیدا کنن پس ویدو هم باید کاهش پیدا میکن چون ویدو افزایشه پس این وی 1 هم باید حتما افزایش پیدا بکنه خب وی یک افزایش پیدا کرد دقت کنید من این طرف می نویسم V1 چیه بچه ها؟ V1 اختلاف پتانسیل دو سر R1 پس V1 میشه R1 I1 وی یکمون چه اتفاقی افتاد براش افزایش پیدا کرد آر یکمون چیه ثابته بچه ها پس آ یکمون هم حتما افزایش پیدا خواهد